تو این قسمت میخوایم با اولین کامند نرم افزار آشنا بشیم. من قبلش بگم سیلابس درسی بر اساس کامند هاست که اگر در آینده خواستید با هر نرم افزار ادیتی کار بکنید با استفاده از این کامند ها و شخصی سازی کردن هر نرم افزاری به اون نرم افزار مسلط بشید. وارد اولین کامند یعنی ایمپورت میشم. چند تا مسیر برای ایمپورت کردن فایلامون به داخل نرم افزار وجود داره. اولیش مثل همه نرم افزارهای ادوبی دبل کلیک کردن توی پنل پراجکت این پنل پراجکت منه یعنی دوبار اینجا کلیک میکنم یه فضای خارجی از نرم افزار که فضای سی سامله برام باز میشه و میتونم اطلاعاتی که داخل سی دارم رو ببینم و دسترسی پیدا کنم مثلا من این فایل رو روش کلیک میکنم در حالت سلکت قرار میدم و اوپن میکنم ببینید که از این طریق تونستم فوتای رو وارد نرم افزار کنم روش بعدی که شاید ساده باشه درگ اندراب از خود محیط سیست عامل به داخل نرم افزاره من سیست عامل مینیمایز میکنم یه فایلی رو مثلا توی سیست عامل باز میکنم میتونم این رو با کلیک اندرگ اینجوری داخل نرم افزارم بکشم حالا راحت اینه که فایلتون رو به این صورت بیارین و با کلیک اون رو به پنل پراجکتتون باید بکشید به این صورت حالا من یکیشو پاک میکنم خب راه حل بعدی اینه که از قسمت فایل برم سراغ کامند ایمپورت و روش کلیک میکنم دوباره وارد سیستم میشم میتونم اینجا انتخاب بکنم و اوکی رو بزنم راه دیگرش اینه که روی پنل پراجکت کلیک راست میکنیم گزینه ایمپورت رو میزنیم و مدیامون رو انتخاب میکنیم و اوپن میکنیم یه راه دیگه ایمپورت کردن از طریق شورتکاته که شما با گرفتن همزمان دکمه کنترل و آی روی کیبوردتون میتونید صفحه ایمپورت رو باز کنید و هر مدیایی که میخواین رو انتخاب بکنید و اوپن کنید خب پنج تا روش رو برای ایمپورت کردن یاد گرفتیم حالا روش آخر اینه که وارد پنل دیگه ای بشیم به غیر از پنل پراجکت به نام مدیا برازر که منو لینک میکنه به داخل اطلاعاتی که در سیستم عاملم دارم برای مثال من وارد درایو دیم میشم تو قسمت فوت جام کلیک میکنم هر فایلی که مد نظرم هست رو روش کلیک راست میکنم و گزینه ایمپورت رو میزنم که الان دوباره وارد پنل پراجکت میشم و میبینم که این فایل هم هم ایمپورت شده بعضی فایل هایی که ویندوز باز نمیکنه رو با روش مدیا برازر میشه وارد پریمیر کرد